در سال 2022 و با تصویب قوانین جدید اقامتی هزینه مهاجرت به ترکیه چقدره سلام من سما هستم توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه در مورد قوانین جدید مهاجرتی و هزینه های آپدیت شده اون صحبت کنیم. قبلا یه ویدیو داشتیم که در مورد هزینه های مهاجرت به ترکیه صحبت کردیم. ولی خب همونطور که میبینید با بالا رفتن قیمت ها و با تصویب قوانین جدید مهاجرتی مسلما ویدیوی قبلی فاقد اعتباره. تصمیم گرفتم یه آپدیت ترش رو براتون بگیرم و این دفعه رو میخوام به دلار بگم. به چند دلیل. یکی اینکه خب قیمت ها با بالا رفتن دلار بالا میره یعنی ویدیو برای مدت بیشتری آپدیت میمونه و دلیل دوم اینکه ما ایرانی ها مرتب داریم قیمت دلار رو چک میکنیم و مرتب داریم سرمایه‌مون رو به دلار تبدیل میکنیم حالا یه پولی دستمون میاد اون رو تبدیل به دلارش میکنیم و دلیل سوم هم اینه که یک سری از هموطنای ما دارن از خارج از ترکیه میان و خارج از ایران دارن میان ترکیه از کشورهای دیگه این ویدیو برای اونها هم مل ملموس‌تر خواهد بود توی ماههای اخیر همونطور که میدونید گرفتن اقامت توریستی توی ترکیه خیلی متاسفانه سخت شده پس اگر قصد اقامت تحصیلی یا حالا شرایط اقامت تحصیلی رو ندارین بهترین و راحت ترین راه در حال حاضر خرید خونه است خب یه قانونی تصویب شد که گفتش که یه کف قیمت تعیین شد برای ملکی که شما خریداری میکنین توی شهرهای بزرگ گفتن حد اقل 75 هزار دلار باید باشه خونه ای که میخرید حالا اگه بیم هزینه سند و بونگاه و مالیات و اینا در نظر بگیریم میرسیم به کف قیمت 80 هزار دلار البته اینم بگم که با این مبلغ توی شهرهای بزرگ و توی حالا جای خوب خونه خیلی خوبی نمیتونین تهیه بکنید ولی حالا چون من دارم تمام هزینه رو حداقل در نظر میگیرم این کف قیمت خونه رو حداقل در نظر میگیریم بعد از خرید خونه خرج عمده و بزرگ بعدی میرسه به خرید لوازم خونه خب توی ترکیه خب مارکا برندا و اینا خیلی متفاوته حالا من یک چیز حدودی میگم خرید لوازم برقی شامل یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و اینا حدوداً بین دو هزار تا پنج هزار دلار در نظرشون میگیریم و خرید لوازم غیر برقی شامل مبلمان و تخت خواب و غیره هم حدوداً هزار تا دو هزار دلار در نظر میگیریم پس کلا لوازم خونه رو میگیم چیزی بین 5 تا 6 هزار دلار میتونه با 5 تا 6 هزار دلار میتونید تامینشون بکنید البته این خیلی بستگی به متراژ خونتون سلیقه و سبک زندگی شما و به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره و میتونه متغیر باشه دارم حداقل رو در نظر میگیرم هزینه های اقامتی که شامل حق خاک و مالیات و بیمه هستش برای یک فرد بزرگ سال در سال حدود 200 دلار و برای بچه ها به خاطر اینکه حق بیمه ندارن و هزینه اقامتیشون هم یکم کم کمتره تره حدودا 60 دلار میشه من برای خانواده سه نفره در نظر میگیرم یعنی دو تا بزرگسال و یه دونه بچه با هزینه های جانبی و حالا هزینه های رفت آمد به اداره مهاجرت حدودا 500 دلار در نظر میگیریم علاوه بر اینها زمانی که شما تشریف میارین توی ترکیه تا وقتی که بخواید خونهتون رو انتخاب بکنید بخرید یا حالا بخواید مستقر بشید حدودا یه دو هفته باید دو هفته 15 روزی توی هتل و یا توی خونه های روزانه رو سپری بکنید کاملا قبلا یه ویدیو مفصل در مورد همین اجاره خونه های روزانه یا هتل و مناطقش و اینا براتون آماده کرده بود که اینجا لینکش رو براتون میذاریم با هزینه های ناهار و شام که البته به شرط صرفه در نظر میگیریم حدودا هزار دلار هم میشه اونو جمع جورش کرد بعد از سکونت توی ترکیه خب مسلما باید یه خرجی رو به صورت ماهیانه برای هزینه های خورد و خوراک و هزینه های خانواده شما در نظر بگیرید من این هزینه ها رو برای یک خانواده سه نفره در نظر میگیرم و با توجه به تورم این روزهای ترکیه که واقعا غیر قابل پیش بینی هستش میگم خرج خورد و خوراک و حالا آب و برق و گاز و اینترنت و تلفن و غیره ماهیانه 500 دلار برای اونا و 100 دلار برای هزینه های غیر قابل پیش بینی پیش بینی نشده خدای نکرده مثل حالا دارو و درمان و اینا در نظر بگیرید حالا اگر قصد پیدا کردن کار تو ترکیه رو دارید یعنی درآمدی از خارج از ترکیه ندارین تا پیدا کردن کار هم حالا یه پروسه 6 ماه الی یک ساله در نظر بگیریم باید با یه پسندازی بیاین یعنی برای این 6 ماه تا یک سالتون پسنداز داشته باشید من اون رو برای همون خرچهایی که گفتم شامل هزینه های خونه و خانواده و غیره حدوداً 5000 دلار در نظر می گرم. خب اگه موافق باشید با هم دیگه یه جمع بندی بکنیم. حدود 80 هزار دلار خرید خونه شد. حدود 5 هزار دلار خرید وسایل منزلتون شد. حدود هزار دلار گفتیم بابت موندن توی هتل یا حالا از خونه های روزانه حدود 500 دلار گفتیم هزینه گرفتن اقامتتون و قرار شد 5000 هزار هم برای پسندازتون تا پیدا کردن شغل یا حالا منبع درآمد در نظر بگیریم به عدد 91500 دلار میرسیم خب یه سری از خرچهای دیگه هم هستن که اضافه بر سازمان هستن و باز اونم خیلی بستگی به خود شما و سبک زندگیتون داره مثلا هزینه خریدن ماشین که حالا میگیم مثلا دو سه سال کار کرد باشه و که نیاز به دم به دقیقه نیاز به تعمیر نداشته باشه و خب مصرف سوختش پایین باشه با توجه به قیمت وحشتناک سوخت توی ترکیه حدودا یه چیزی حدود 20 هزار دلار هم باید برای اون در نظر بگیرید نکته که باید اینجا بگم و نسبتا هم مهم هست اینه که این هزینه که من گفتم هزینه های حداقلی هستن مثلا شما وقتی میرید خونه پیدا کنید خونه دقیقا 75000 دلاری که پیدا نمیکنید ممکنه که این مبلغ بیشتر باشه کمتر که نمیتونه باشه ولی خب ممکنه که گرونتر باشه یا مثلا هزینه های ماهیانه که گفتم خرج خورد و خوراک خانواده 500 دلار در نظر گرفتیمش ممکنه این هزینه خیلی بیشتر یا خیلی کمتر باشه که خیلی بستگی به سبک زندگی شما. داره آیا سیگاری هستین الکلی هستین نیستین به اینا خیلی بستگی داره هزینه های خود پروسه مهاجرت هم که مثل مثلا هزینه تهیه بلیط عوارض خروج و اینا رو که دیگه من در نظر نگرفتم دیگه خودتون مسلما اینا رو میتونین در نظر بگیرین و میدونید که به این هزینه ها اضافه میشن مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین راستی کانال ما رو سابسکرایب کردین اگه نکردین لطفا همین الان انجامش بدین اگه این ویدیو رو لایک کنین برامون یک کامنت قشنگ بذارین خیلی خیلی, خیلی خوشحال اون نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون هم همیشه به ما کمک میکنه که براتون ویدیوهای بهتر و با کیفیت تر و پرمزمون تر تولید بکنیم تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار